ادامه برنامه سپاسگزارم از اینکه تا این دم با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. بیننده عزیز، قسمی که در آغاز گفتم امروز موضوع برنامه ما در رابطه با برخورد پلیس است. شما به عنوان یک شهروند چقدر از برخورد پلیس راضی هستین و یا در این مورد شاکی هستین و شکایت دارین؟ آیا چشمی در رابطه با برخورد پلیس دارین؟ اگر آره، پس امروز به تماس شوین. و مورد دیگر، استفاده سوء از وسایل و وسایل دولتی بعضی مقام های پلیس، که اگر شما در این مورد هم چشمی و یا شکایتی دارین میتونین امروز در برنامه به تماس شوین. آقای صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله، حاضر هستن به تمام پرسش های شما پاسخ بدن. شماره های تماس برنامه 0791 300 654 و 655. آدرس ما در فیسبوک /vantv_morning-magazine. در فیسبوک پای پست مرتبط به این موضوع میتونین کامنت بگذارین. کامنت های شما در جریان برنامه پاسخ خواهد و کامنت های شما پاسخ خواهیم داد. و حالا برنامه را ادامه میتونم آرزو میکنیم که تا آخر برنامه رو دنبال کنین و در برنامه اشتراک کنین. اما لطفاً زمانی که تماس میگیرین موقعیت خوب انتخاب کنین، صدای تلویزیونتون رو پایین بیارین و مستقیم بالای پرسشتون برین تا زمان باقی بمونه و تمام عزیزان ما که میخوان در برنامه و تماس شون. آقای صدیقی، خوش اومدین. سپاس. شکر. شما. در برخی موارد دیده شده و گفته میشه که برخورد پلیس با شهروندان نادرست است. شما میپذیرین؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت بیننده های محترم تلویزیون و هم هموطنان عزیزم که امروز این برنامه را میبینن. بله، ما میپذیریم شکایت هست، شکایت ها بر ما هم میرسه و ما هم نگران میشیم. اکثر اوقات وقت شکایت را میبینیم که برخورد پلیس با مردم خوب نیست یا هم متاسفانه به گونه است که مردم شکایت کردن یا آسیب دیدن و یا هم باعث رنجش مردم شده. ماموریت پلیس یا هدف اساسی نهاد پلیس ملی افغانستان میز که هر شهروند افغانستان، هر هموطن ما از کارکرد و از برخورد پلیس افغانستان باید راضی باشه و پلیس در خدمتش باشه. پلیس برش همیشه به حیث یک هموطن که مشکلش حل بکنه در خدمتش باشه، نه ای که خدای نخواسته برشان یک مشکل ایجاد بکنه یا دردسر برشان ایجاد بکنه. از این خاطر ما تلاش کردیم که شیوه های مختلفه پلیس مردمی را یا پلیس را یا یک تصویر از پلیس را به مردم معرفی بکنیم که مردم اعتماد بکنه، مردم بتونه نزدیک شه با پلیس. به طور مثال در 2 سال گذشته ما یک راهکار جدید به نام پلیس مردمی در تمام افغانستان روی زو کار کردیم که خود پلیس بره در بین مردم بره. این راهکار آقای صدیقی حرف میزنیم، تماس اگر اجازه تون باشه. بفرما. آقای کمالدین از کندوز روی خط هستن. کمال بفرما. سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید پرسشتون. تشکر، زنده باشین. اول سلام خدمت صدیقی صاحب و شما تمام کارمندان تلویزیون یک از کندوز شما رو زحمت دادید. درود به شما، بفرمایید پرسشتون. ببخشید، یعنی به خاطر مسئله امنیتی از آقای صدیقی صاحب یک سوال داشتم. یعنی بعد از اینکه امنی رو امنیتی ما فداکاری های خوبی در کندوز کردن، بعد از اینکه خطای دفاعی را در کندوز تشکیل دادن و از طرفش هم پوسته های حوزه اول که در خاکنی و قسمت قهوه‌خانه هستن که خط دفاعی پوسته انداختن، از طرف شب اینا در حوزه برمیگرده در خانه و اون ساعت تماما چیز است، هیچ کس نیست. ما خودم یکی از این همی کارمندای دولت هم هستم. ولی از آقای سید صدیقی یک سوال میکنم که چرا پلیس همین کار را میکنه؟ وقت پوسته هم که پرسان میکنیم میگه ما 6000 کلاشینکوف بر ما همین انداخته، ما با 6000 کلاشینکوف چرا خمدی قسمت پوسته در قهوه‌خانه ما دفاع بکنیم؟ اگر میشین امیر شما یک لطف بکنین، یک دیز اموجا بندازین، بسیار یک سایه بلند است حتی تا قسمت چادره و قسمت قریه یتیم تماما کاملا مخط میتون برای شما که کاملا امنیت میشه و این قسمت قندوز هیچ وقت سکوت نمیکنه. هر باری که سکوت کده از این قسمت خاکنی از قسمت پوسته قهوه‌خانه از امیر دشمن داخل شده. ممنون. باور به خدا کنین از طرف شب شما 9 بجه شب 10 بجه شب یک دفعه برای ممنون دوست عزیز، گرچه از بس برنامه ما موضوع ما دور است، اما اگر آقای صدیقی دوست داشتن به شما جواب میگن. روزتان خوش. صحیح. تشکر کمالدین خان از نظرتان. این موضوع را حتما بعد از برنامه با مسئولین امنیتی ولایت کندوز ایران در میان میگذاریم. نظریات بسیار مهم است، بسیار اساسی است، این را حتما مطرح میکنیم. خاطرتان جمع باشه، انشاءالله میبینیم که چی را کار دیگه برای ساحات بخصوص در سایه خاکنه و حوزه سه و قهوه‌خانه باید پلیس انجام بده. تشکر. سپاس. سپاس. با باور شما دلیل این گونه برخورد پلیس با شهروندان چیست؟ دلیل در کجا می‌بینید؟ مسئله آموزش شاید بوده باشه، مسئله از این بوده باشه که ما در چند سال گذشته
زیاد تاکید ما روی ازی بود که تشکیلات پلیس ملی باید مکمل شود و نواقصی که در برنامه های آموزشی ما بوده باعث ازی شده یعنی کافی نبوده برنامه های آموزشی نه به این صورت بخاطر که شرایط کاملا متفاوت از شرایط جنگی است پلیس امروز در خط اول هم هست به جایی که تطبیق کننده قانون باشه و مسئله های اساسی شه به او بپردازه این عوامل هم باعث شده که ما نتانیم او مضامین و او مواردی که برای آموزش یک پلیس بسیار مهم است تا وظیفه خود را درست بدانه سرش کار کرده بتانیم اما به هر حال این نمیتونه که بهانه باشه به خاطر از اینکه وقتی یک فرد یعنی شما برنامه‌های دارین در این یک کسی که در پلیس ملی میآید او یک سند است به نام یا یک تعهدنامه است که با مردم خود او داره و در او تعهدنامه میست که من در خدمت مردم خود هستم و هیچ وقت فراتر از قانون برخورد بعد نمی کنم و در خدمت مردم خواهیم سپاس محمد رفی از کندوز روی خط هستن رفی بفرما سلام به شما و مهمان گرامی شما سلام به شما بفرمایید علیکم پرسشت. سلام رفی جان تشکر زنده باشین سوال ما صدیقه سر بینمی است که شما در جنگ ولایت کندوز یعنی ما که تقریبا در ما تقریبا ولایت کندوز بودیم دیگه دمی در ولایت کندوز نیروهای پلیس شما هیچ اصلا حضور نداشتن اصلا ما دشار دیگه نمیدونیم نیروهای پلیس شما را سپاس تشکر رفی جان روزتون خوش بیننده عزیز شماره های تماس برنامه 0791-36-54 و 655 و آدرس ما در فیسبوک /vantv_morning-magazine و موضوع بحث ما امروز برخورد پلیس با شهروندان و استفاده سوشان از وسایت دولتی که در بعض موارد البته بعض مقام های امنیتی پلیس از وسایت و وسایل دولتی استفاده سو میکنن و به در موارد شخصی خود استفاده میکنن شما میتونین در این خصوص تماس بگیرین و مستقیم بالا پرسشتان برین تا جوابی را که میخواین بگیرین آقای صدیقی همچنان با ما هستن آقای صدیقی برمیگردیم به این که در بعض موارد دیده شده از وسایت و وسایل دولتی در موارد شخصی خودشان استفاده میکنن آیا شما قانونی دارین در این رابطه مجازات و مکافات وجود داره یا بله. خب قانون امیز که باید استفاده نشه و ایده هر افسر و منصوب پلیس و نیروهای امنیتی هم میدانه که از تجهیزات، از وسایل، وسایت نیروهای امنیتی باید پس چرا استفاده میکنن اون هم اینقدر غیر قانونی میکنن و ایده خودشان باید بدانن و تصمیم بگیرن که کار نشه خب اول خوشبختانه که نیروهای امنیتی ما تجهیزات زیاد داره در اختیار منصوبین هست اما باید در قسمت استفاده از این تجهیزات در قسمت نگهداری خوب از این تجهیزات بزرگترین مسئولیت شان است در قانون حتی وقتی یک فرد در نیروهای امنیتی یک آسیب به تجهیزات میرسانه یا به وسایل میرسانه مجازات از او بسیار بلند است اما با تاسف ما میبینیم نظام که افراد هستند ما زیاد تلاش کردیم یعنی قطعات انضباطی ما در شهرها مسئله گارنیزون بود در شهر کابل به مراتب کم شده تا فعلا افراد مجازات شدن بله بله چند مرحله مجازات هم هست که اونا با اونا برخورد میشه اولی که حتی منجر به منفک شدن یک فرد میشه منجر به این میشه که اونا امتیازات خود در اون نهاد از دست بده حتی منجر به این میشه که برن تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرن یعنی مجازات هست و ما توسط امور آکارهایی که در درون نهاد هست کوشش کردیم که از جلوگیری بکنیم اما چرا آقای صدیقی با وجودی که مجازات هم میشن و آگاهی هم دارن بازم ما میبینیم و شاید تمام همشهری ما شاهد باشن که علنی استفاده میکنن اونم در مرکز افغانستان به مراتب کم شده یعنی نسبت به یک سال گذشته دو سال گذشته این میزان پایین آمده اما هنوز هم هست من بازم میره عرض میکنم که خود این افراد متوجه شون و نهادهایی که ما نهادهای تفتیشی داریم نهادهایی داریم که نظارت میکنه از کار پلیس اونا باید در این قسمت بیشتر توجه بکنه که میکنن یعنی ما اگر خدمت شما ما را بتم که ما در یک ماه چند نفر تحت تعقیب قرار میدیم اگر ما را بلند است اما این خود برمیگرده به خودم شخصا که اخلاقا از تجهیزات و وسایل باید پس آقای صدیقی در این مورد بیشتر حرف میزنیم به اجازتان یوسف روی خط است یوسف بفرما سلام خدمت شما و خدمت جناب آقای صدیقی سلام به شما برادر عزیز بفرمایید پرسشتان ما از ولایت قندوز هستم و فعلا در این کابل زندگی میکنم در این کابل آمدیم و این ارتباط سکوت قندوز که شده بود فعلا هم در این کابل هستیم به ارتباط مسئله که اصل موضوع برنامه شماست که برخورد پلیس هست
ما خدمت شما و خدمت آقای صدیقی باید عرض کنم که قرار شعاری که از پلیس است که پلیس در خدمت مردم است، فکر میکنم که متاسفانه همچون شعار به حقیقت وجود نداره. برخورد پلیس ما امروز در کی در سطح قندوز یا کی در سطح فعلا بحث ما در مجموع است که آن اندازه زشت است همراه مردم، آن اندازه ناسالم است که هیچ قابل قبول برای مردم. خودتان یوسف عزیز شخصا با چی موضوع برخوردین؟ با چی مشکلی؟ که چند روز قبل یک آدم بسیار ویسته در پلیسی پلیس سر جاده میوان چوک است، چنان معاون دولت کو پلیس قرار داد. بالاخره آخر پرسان کردم، من چون معاون جامعه مدنی قندوز هم هستم، ناگزیر که از او پرسان کردم. فقط او نفر برخورش میدونه که کنم چی کردن، کنم برخورد لازی کردن. بالاخره بر پلیس گفته که برو کراجانه دریشی تا میکشم. و این پلیس جانانه ما سر امید به چهاره آدم ریسته در چنان مورد دولت کو قرار میده که آیا امید شیوه درست است از یک پلیس برای شهروندان، یا فکر میکنم که مخالف با قانون پلیس خواهد بود. یک مطلب دوم که تمام محترم پلیس ملی میگن، اما برعکس پلیس ملی وجود نداره. تمام محترم مزاین با عکس تمام قماندان ها و رهبرهای جهادی ویزپاس هم که خود منصوب به اونمون قماندان به اونمون رهبرها میدانن. شما در این زمین کلام اقدامات دارین ندارین؟ تشکر شما. ممنونتان. روزتان خوش. لاتوکوب یکی از مواردی که خیلی جدی است و در بعض موارد در شبکه اجتماعی هم درس کرده که پلیس شهروندان را لاتوکوب میکنه. بدترین پلیس اموس یا مو یک امو فردی که لباس و یونیفرم مقدس پلیس به جان داره و یک کسر لاتوکوب میکنه، او آدم دیگه باید بسیار مجازات شوه. هم توسط مردم باید او مورد پیگرد قرار بگیره و مردم به مردم پاسخ بده و هم از طرف نهادهای قانونی. پلیس خدمتگار است، در این شک نیست. به خاطر اینکه شما میبینید روزانه در تمام نقاط افغانستان پلیس جانبازانه از مردم خود دفاع میکنه، اکثریتش. اما شاید و یک تعدادش که خود یوسف جان هم بر ما گفت، افراد و اشخاص هستند که اینا نه به پلیس تعهد دارن، نه به مردم خود تعهد دارن و نه به مقدسات وظیفوی تعهد دارن، فقط با استفاده از یونیفرم پلیس هم پلیس بدنام میکنه و هم مردم خود مورد آزار وضعیت قرار میده. این افراد باید از صفوف ما دور شوه و این به کمک مردم ما نیاز داریم. مثل یوسف جان واره که همول از اکاش که به شماره 100 پلیس کابل خود قماندان صاحب کابل رو میشنوه. یعنی شماره دارین شما که شهروند شما؟ من میکنیم شما آل تشریح میکنم. کاش که مو وقت یوسف جان به شماره 100 زنگ میزد و به شماره 119 یا به این دو شماره که داریم زنگ میزد و باز با اونمو سحنی را که فعلا قصه کردن بر ما، این صحنه را مو لحظه بر ما میگفت که 119 اجراعات میکرد، خود قماندان صاحب کابل هم اجراعات میکرد. این افراد هست، این افراد را باید شناسایی کنیم. هیچ کس حق نداره، هیچ پلیس، هیچ فرد که یونیفرم نظامی داره که حتی یک گپ بده به هموطن خود بزنه. باز ایره بگذارین که کسرلت کو بکنم. خب از یک طرف او همی افراد که برخورد غلط دارن، نادرست دارن، ایره باید از جمع بزرگ نیروهای پلیس ملی افغانستان باید جدا کنیم. یعنی شما برنامه دارین که اینا را دور میسازیم؟ همین برنامه را براتون تشریح میکنم. بله بعد از تماس. دوست ماری خط هستن از دبی، بفرمایید. خلیل بفرما. در دبی مشکل پلیس ما در دبی هم ببینیم که چی نظر دارن. ببخشید بسیار زیاد. بله الو، سلام علیکم. سلام به شما برادر عزیز، بفرمایید پرسشتان. سلام. امین نسبت به می پلیس ملی میگم، یک آدم شخصی بالا نشد پلیس ملی ما را در سر چارایی با خاک خون و قطع بوکس و قطع سلا یا به عزت و به امنیت مکنه، یزی دولت چی جور شده؟ شما در کجا زندگی میکنین؟ خدمت به این مردم، خدمت به این ملت، خدمت به این اثر خود تره از سکون و خطره یک آدم شخصی بس کردن پایین میشه قد بوکس و قد زلا و قد خونده ها گوره تا در اطلاعات کوب میگیرن. ممنونتان. چی رقم دولتش؟ این مردم چی رقم به این دولت دل بپیوانده؟ پرسشتان گرفته شد. لاتو کوب پلیس توسط بعض زورمندها، این هم مشکل دیگری است. بزرگترین خلاف ورزی است توسط افراد اشخاص. هیچ کس حق نداره که نظام یا افراد اشخاص که مسئول تنفیذ قانون است در افغانستان به او توهین بکنه. ما داشتیم نمونه های لاتوکوب، نمونه های از این که
پلیس ما مورد تحقیق قرار گرفته، پیگیری هم کردیم، شما هم در جریان هستین. هنوز هستی ما حوادث هم هست، ما نمیگذاریم که پلیس ما کسایی که فرزندان خود از این مردم هستن و در خط اول هستن، هر روز بر مردم خود تلاش دارن، قربانی میتن افراد اشخاص باشه که باز اینا را تحقیر بکنن. این بخش از چالش های ما هست که اکثرا دیده شده که از موتورهای رنجر استفاده میشه و قانون ترافیک رعایت نمیشه چون در موتور دولتی از در حالی که کار شخصی میشه. در این رابطه شما چی برنامه دارین؟ مسئله آموزش هست. بازم تکرار میکنم که ما در گذشته نهادهای ما متاسفانه زیاد روی ازی تاکید کردن که باید تشکیلاتشان هر چیز زودتر پرشه و افراد استخدام شوه، اما روی ازی که سابقی افراد چی بوده و بعد از او باز کورس‌های آموزشی است برای این افراد درست تطبیق نشده، نتیجهش هم است که باز افراد و اشخاص هستند که سوء استفاده میکنن یا هم مسائل قوانین در نظر نمیگیره. اما در قسمت برخورد پلیس و سلوک و رفتار پلیس، ما بازی را میخوایم تکرار کنم که ما شماره 119 پلیس ملی افغانستان را برامی ایجاد کردیم که هر افغان در هر جایی که مشکل داشته باشه با پلیس، با برخورد پلیس یا موارد دیگه امنیتی باشه در ساحاتشان، به شما را تماس بگیرن و مشکلات شکایتشان با ما ثبت بکنن. ما ریاست پلیس مردمی، ما وظیفه‌شان هم است که برخورد پلیس افغانستان با شهروندا به گونه جدی بررسی بکنه. سپاس آقای صدیقی. بیننده عزیز، شما هم اگر در این راستا با مشکل برخوردین و یا چشم دیدی دارین، میتونین به شماره های برنامه به تماس شوین. شماره تماس برنامه 0791-600-654-655. آدرس ما در فیسبوک /one tv morning magazine. شما میتونین نظریاتتان و کامنت هایتان را پای پست مرتبط به این موضوع بنویسید، ما نظر شما را در برنامه خواهیم خواند. و زمانی که تماس میگیرین در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنین. بیننده عزیز، صدای تلویزیونتان را پایین بیارین و موقع خوب انتخاب کنین، مستقیم بالای پرسشتان برین. شکرالله عزیز روی خط هستن. شکرالله بفرمو. بله سلام علیکم. سلام خدمت شما، خدمت آقای صدیقی صاحب. ما یک سوال از آقای صدیقی صاحب امیر دارم که پیشتر یک نکته اشاره داد که برخورد پلیس حق نداره که هیچ کسی اولا به یک سخن الفاظ بد یا زشت همراه دور رفتار کنه. گپ از این متعید میکنم و بر مبنای گفته از این یک چیز مشکل عمدی از سروندان ما که واقعیت یک منصبدار پلیس در جای که استاده می باشن یا موقع وظیفهشان می باشه، در اونجا مردم هایی هستن، شهروند هایی هستن که واقعیت سر یک منصبدار پلیس هر اقل یک حساب نمی کنن. کنین یک پلیس یک مامور دولت استاده است، همچه خلافکارا رو می کنن. یک پلیس مجبور است که از او چون مصدر خدمت جامعه است، اما تعهدات عسکری را که میکنن، واقعیت که پلیس در تعهدات عسکریش است، بعضی مردم است در افغانستان جنگل است، در جنگل هر قسم مردم است، اما اکثریت این قسم رفتار شهروندان عزیز که هستند در مقابل پلیس، اینطور فکر میکنن که پلیس هیچ همین موقعیت نداره و سر پلیس هیچ رسیدگی کردن نمیتونه. دوست عزیز، خودت از برخورد پلیس راضی هستی؟ از ولایت پروان تماس گرفتی؟ بله؟ بله سر، من از برخورد پلیس تا حد راضی هستم که واقعا که پلیس مصدر جامعه هست. بعضی مردم ها هستن که سوء استفاده میکنن. بزرگترین ناقضان قانون دولت افغانستان زورمندان هستن که باید سر هر کنه و اما پلیس رویش با مردم برخورد خود داره، چون مردم خودش خود این پلیس از کجا سیر فکر کنم؟ این ملت هست، از اینمی شهر هست، از اینمی افغانستان هست، مردم هم از اینمی جامعه هست، از اینمی چیست هست. اما رفتار پلیس خوب است، چون مردم امروز سر پلیس حساب نمی کنند. مردم هستند، بانداستند، زورمندان هستند، دیگه و دیگه هستند. تشکر هستند. ممنونتان. تشکر از دیدگاهتان. بسیار یک موضوع مهم اشاره کرد که این مسئله متقابل باید باشه. مردم باید به اهمیت کار پلیس هم پی ببرن. مو یک ارزش‌گذاریه که برای خدمات پلیس، برای قربانی های پلیس است، اون رو در نظر بگیرن. اما جایگاه اجتماعی پلیس افغانستان اینا باید در نظر بگیرن. اما او کسایی که بسیار انگو شمار هستن، افراد و اشخاص هستن که با استفاده از یونیفرم برخوردشان خوب نیست، او بسیار اقلیت هستن. اما اکثریت پلیس افغانستان، باز تکرار میکنم که فرزندای خود این مردم است و در وزوطن خود دفاع میکنن، به مردم خود کار میکنن، زحمت میکشن شب روز. شاید مامورین دیگه نهادها 8 ساعت کار بکنن، اما پلیس شما 16 ساعت کار میکنه، 24 ساعت کار میکنن، حتی هیچ خواب نمیشن، با یک یونیفرم هفته ها اینا وظایف خود انجام میدن. شما چه برنامه آگاهی دهی دارین به اینکه مردم هم کار پلیس باشن؟ بزرگترین برنامه آگاهی دهی ما یا کار ما با مردم پلیس مردمی ما است، یا ریاست
پلیس مردمی است که در هر ولایت با نهادهای مردمی، با شبکه‌های اجتماعی اینا در مجالس او جایگاه پلیس هم میخواین که اینا معرفی بکنه بر مردم افغانستان. و این بخش بزرگ از فعالیت‌های ما میست که ما راهکارهای یا شیوه های جدید پلیس مردمی را با مردم خود معرفی بکنیم. در هر ولایت نهادهای مردمی است، در هر با سطح ولسوالی اینا میرن، مامورین از اینا، مسئولین از اینا با مردم صحبت میکنه تا امو اعتماد متقابل ایجاد شد. به اجازهتان تماس جواب میگیم. وحید الله از کلولا پشت روی خط هستن. وحید الله بفرما. سلام خوش و شبتون بخیر. صحت من سلام عرض میکنم خدمت آقای صدیقی و همتون تمام بین نهای تلویزیون شما. سپاس وحید الله. شما جناب صدیقی صاحب، من از بعض پلیس هایی که شاید در سطح ولایت یا شاید در خود ولایت کابل میباشن، چون یونیفرم پلیس ها وقتی که در تن میکنن و گفته او برادر قبلی که صحبت کردن گفت من از کانونای دار راضی هستم، همچنان خودم راضی هستم، اما اکثرشان اینا که یونیفرم پلیس را تن میکنن مردم عامه این دساب مد نظر نمیگیرن، بسیار با یک لحن زشت هم باید رفتار میکنن و شاید کلمات سپاره میده مقابل اونها که قابل قبول اید نیست، و همچنان شاید موتر زنجر وقتی که از ساحل عبور میکنه، از ساحل که عبور میکنه سرک میفهمه که زحام است یا شاید سرک پر سطح است، اینا شاید آرنگ شاید همیشه شاید زن پیشن قیو 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 تمام مردم شاید با مشکلات مواجه میسازن. سپاس. من این سوال داشتم، شما کوشش کنین که همراهشون صحبت کنین و این بیبندیواری هایی که در کشور صورت میگیره از این سپاس، روزتان خوش، مشکلتان گرفته شد. آقای صدیقی، برنامه شما چیست؟ اکثرا ما باید بپذیریم که نیروهای امنیتی ما سواد کافی ندارن. بله. شما در دراز مدت چی برنامه هایی دارین؟ مشکل اساسی هم می است که شمار از نیروهای ما در سطح بسیار پایین که ساتون کیا هستن یا سرباز هستن، اینا سواد یا کم سواد هستن یا سواد ندارن. اینا همشون شامل مراکز تعلیمی ما شدن و میشن، اما به سطح بالاتر از او که افسر هاست، منصوبین هاست، به فضل خداوند که ما هیچ مشکل فعلا نداریم. رای حل وجود داره؟ بله ها، رای حل همیست که ما برنامه های زیاد آموزشی را باید عملی بسازیم، بخصوص به سطح پایین که اونا تماسشان با مردم بیشتر است و اونا کسایی هستن که نمایندگی میکنه از یک نهاد بسیار بزرگ مثل پلیس ملی افغانستان. مراکز تعلیمی که در 11 ولایت داریم، اینا را همگی یک برنامه یا یک سایکل تعلیمی وجود داره که اینا برن شامل برنامه ها شوند. اما یک مقدار چالش هایی که پیش روی ما هست مسئله امنیت است، مسئله تهدیدات است و اینا باید همیشه متوجه تهدیدات هم باشند. اما این به این معنا نیست که پلیس متوجه کار اصلی خود نباشه. کار اصلی پلیس، ما تکرار میکنم، این است که با مردم رفتار و سلوک بسیار نیک داشته باشه. سپاس. الفاظ زشت گفتن از این به مردم جرم از غیر قانونی است و این کار را باید نکنن، خودداری بکنن از این مسائل. سپاس. و در قسمت وسایل رنجر باید تصمیم بگیریم که وسایل رنجر را باید بیخی بند کنیم، بخاطر از اینکه شکایت مردم از وسایل رنجر بسیار زیاد است، بخصوص در شهر مثل کابل. جلوازی باید گرفته شود و این مسئلیت ما هست. ممنونتان. آقای صدیقی، احمدالله از کلولا پشت روی خط هستن. 500 فامیلی بفرماین. احمدالله، احمدالله تماس برقرار شده، بفرما. سلام علیکم، صبح شما بخیر خواهر عزیز. سلام به شما، صبحتان بخیر، پرسشتان برادر. و یک سلام جداگانه به آقای صدیقی صاحب. علیکم سلام ویدلا جان، احمدالله جان. من نام رحمتالله، یکی از منصبدارای سابق هستم، فعلا در پنج فامیلی زندگی می کنم. پرسشتان. من از برخورد پلیس تا جای راضی هستم، اما از آقای صدیقی صاحب خواهش میکنم که پوستایی را که در شهر کابل توضیح کرده بر از اینا کمه که چیز کنن، بر از اینا بفهمنن که با افراد و با مردم های معمولی سلیقه‌ای برخورد نکنن. افراد که عاجز است، بیچاره است، باز اینا بسیار قاطع. احمدالله عزیز، خودت از تجربه خودت بگو، گاهی برخورد نادرست پلیس خودت دیدی، شاهد هستی؟ بله بله، موترهایی که یکمه که نمبر پلیتای خاص دارن، موترهای بسلا شیشه فلندار است، بر از او یک سلامی ها میزنن و حتی از او پرسان نمی کنه کی هستی از کجا هستی، اما یک بیچاره و مظلوم ها که میبینن بوده دگه 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 خلاصه توبه میزنشن.
سپاس، مشکلت گرفته شد برادر، روزت خوش. برخورد دوگانه پلیس این کارشان درست نیست، باید به او وسایط کشاسی ها سلامی نزنن، برعکس باید به اون وسایط باید تلاشی بکنن ببینن. اما میزنن برخورد یکسان باشه، آموزشی که برای شما باید داده شود میسیا خودشان متوجه زی باشند، اگر صدای ما را میشنوند صدای وطنان خود را میشنوند و پلیس ما هم میس که در برابر وظایفشان برخورد یکسان در برابر مردم باید داشته باشه، نمیتونه که برخورد خود را طبقه بندی کنه که خب یک وسایط یک کسی که پولدار بود و یا واسطه شخصی داشت یک نوع برخورد با افراد دی، برعکس باید با هر کس با هر شهروند یکسان برخورد شود و این ظرفیت داشته باشند اینهای ما، پسته های ما بخصوص که مشکل در کجاست و مشکل حل بکنن بدون از اینکه به کس آزار برسه، اذیت برسه. سپاس آقای صدیقی. یک مورد دیگر هم است که اکثرا بعد از زمان کاری با لباس نظامی بیرون از شهر میشن و در محترا اکثر رانده شکایت دارن وقتی سوار میشن کرایه نمیتن یا برخوردشان نادرست است، در این مورد شما چی گفتنی دارید؟ سوء استفاده است متاسفانه، ولی این افراد این کار باید نکنن. توصیه ما و نهادهایی که در اصلاح پلیس افغانستان کار میکنن همیست که این کار را باید نکنن. خودشان باید یک فرد که مسئولیت بسیار سنگین داره متوجه اعمال خود باشه. اگر شکایت مردم شکایت ها برسه به 119 خب منجر به این میشه که بازینا وظیفه خود از دست بده. سپاس سعید میرجان، روی خط هستم به اجازهتان. آقای سعید میرزا بفرما. بله سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید پرسشتان برادر. سلام خدمت میهمانتان و سلام خدمت تمام. علیکم سلام. در تلویزیون شما من میخوام نظر خود درباره پلیس خدمت شما طور است. بفرما، هر چی زودتر از تجربه و چشم دیدی که داری بگو برادر. بله. صدای تو. در کابل فیلن یک روزی ترافیکا وجود دارن که تقریبا این پوستال این بستال همین چاره یار یک عمر اجاره گرفتن. شما باور کنین که در هر چهارهی برین ده نفر در پوسته مثلا معذب است، یک ترافیک در چهارهی وجود ندارد. کلشان در پسکوچه ها پشتی مثلا مطرح بارداری میگردن تا اونا به پول یا 50 سال افغانی دیگرن. شما باور کنین که ترافیک ها روزانه هر کدامشان عدد خیلی یک نفر لطکوب میکنن دشتان میتن دو میزنن. شما برین در مقابل عارف مرکز کاتینال برادر، این چشمدید خودت است، خودت تجربه داری؟ بله؟ خودت تجربه داری، چشمدید خودت است؟ بله بله، یک هفته پیشتر من استاد کندون هستم از همون چاره تیر می شدم، ازدهام بود، یک ترافیک است که با تأسف بدون عقد سر و شانه شسته از دور صدا میکرد که مردم هست که دی قفلاق دی پس بیاره تو، یعنی باور کنید که با این لحظه ایریم لحظه که صحبت میکرد چه در جانور من صحبت نکنه، ولی با تأسف که نه سالها و سال دینه می گرفتن تغییر تبدیل وجود نداره. ارگ و پلیس ما در یک موقعیت می باشه برای یک سال دو سال سه سال بعد ارتباطات پیدا می کنه این کاری ثابت داره مثلا حتی از آزه ها تبدیل شد یک ما دهی آزه باشه یک ما دهو آزه باشه پلیس ما اون شد پلیس ترافیک ما شما با دشتر شام برین هیچ جای ترافیک وجود نداره ولی هیچ حدیثی هم صورت نمی گیره مردم رای خود خودش می فرمد در چالش ایوال به کاری جدید میگن برین شما شش هفت ترافیک فقط اینجا از اونها منشی عدد جور شده اونا هم تونستن مربوط خود سانه اقرار میتن. ممنونت برادر، مشکلت گرفته شد. آقای صدیقی به شما پاسخ میدن، روزتان خوش. آقای صدیقی در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ استاد محترم تشکر از اینکه نظرتان را مطرح کردین. بله یکی از چالش های عمده دیگه که ما داریم مسائل تنظیم ترافیک است و خود مدیریت تنظیم ترافیک و جاده ها در شهر کابل چون ازدحام هم بی‌حد است و پلیس ترافیک ما هم شاید در مسائل زیادی که در قسمت تنظیم جاده ها باشه مشکلات زیاد داشته باشه، اما این نظریات چون بسیار مهم است بر ما، ما درک میکنیم که اینا روی کدام مسائل به اشاره کردن، شما دید خودشان است، تجارب خودشان است، ما باید خود اصلاح کنیم. یه شک نیست که نیاز به باز هم آموزش بیشتر داریم. ما در این زمان جاده های ما هم از نقطه نظر یک سیستم ترافیکی به او معیار نیست، اصلا در معیار نمیتونه قرار بگیرم و خود ای هم باعث از این میشه که ترافیک نتونه یا افراد منصوبینه که در جاده ها هستن به این مسائل رسیدگی بکنن. اما
اما برادر مو قصد خیلی گفتن که علنا وجود ندارن در جاده ترافیک نمیور شمارشان کم است بلی ها راست میگن با این ازدهام در جاده ها و ترافیک که ما در شهر کابل داریم تعدادشان بسیار کم است و این مسئلت ما از بر میکردم وزارت امور داخله که یک راهکار برش بسنجیم ما از 6 ماه به این طرف روی طرح‌های ترافیک کار کردیم بخش وزارت امور داخله با کسایی که ما را با کشورهای دیگه که با ما کمک میکنن یک طرح عمومی بر ترافیک آماده کردیم شما در جریان هستین که شهرولی کابل هم قرار است که با ما کار بکنه تا مسئله ترافیک یا انتقال کنه به شهرولی کابل یا هم در وزارت داخله باقی بمونه اما رویش کار شده که مشکل حل شد سپاس آقای صدیقی زکریا روی خط هستن آقای زکریا بفرمایید بله سلام علیکم سلام به شما بفرمایید سلام سلام های خدا و مهمان گرامی شان و به شما و تمام کارکنانتون تقدیم میکنم سوال ما این بود همشیره از آقای صدیقی صد یعنی تلاشی که در شهر کابل هستن این بغیر از اینکه برای مردم مزاحمت کنن موترا بسیار بود عبارت می باشه مخصوصا در وقت معبدین صبح و یا این نه تلاشی میکنه نه کدام زفه غیر از این بازده بجه شب که برین نه تلاشی زدکر سال از موتر پیر میشد بعد از ده بجه یازده بجه شب هیچ کدام تلاشی هم نمیکنن و غیر از این که بیرو بارک شب مزاید یعنی کنن. شما میگیم بی توجه هستن به از این کارمنده دولتی برای خود دیوالای کانکریتی آباد کردن به از او خودم مسئول ساختن این تلاشی ها را بارن که مردم همه تازه پیر شدن سپاس. و این معنا را میده که هم قبر مولانا نصرالدین که دیگر طرفش یک دیوان بسیار کلان با قلف بسیار زیاد کلان عویزه و خیلی طرفش خالی سوال مینمی بود از آقای سپاس روزتان خوش آقای زکریا سوال شما گرفته شد آقای صدیقی اگر اجازتان باشه بعد از وقف سوالشان پاسخ بدیم درست است بینده عزیز پلا ارتباطی برنامه 0791-654 و 655 آدرس ما در فیسبوک / ون تیوی مارنینگ مگزین شما میتونین از طریق این پلهای ارتباطی با ما به تماس شوین و اگر نظر و یا پیشنهادی دارین در پای پست مرتبط به این موضوع در فیسبوک بنویسین همچنان در پیام خانه میتونین پیام بگذارین و آرزو میکنم تا آخرین لحظات برنامه با ما باشین حالا میان برنامه داریم برمیگردیم ادامه برنامه سپاسگزارم از اینکه تا این دم با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین شماره های تماس برنامه 0791-654 و 655 آدرس ما در فیسبوک / ون تیوی مارنینگ مگزین میتونین به این آدرس ها به تماس شوین و پرسشتان با ما در جریان بگذارین تماسی از کابل روی خط داریم بفرمایید سلام خدمت شما و خدمت مهمانتان آقای صدیقی ما از این سوال داشتیم از محترم آقای صدیقی بفرمایید یکی ایسی کسایی که گرچه خوب در موضوع شما نیست کسایی که لیسانس هست آیا آنها میپذیرند تعلیم رتبه بشن در وزارت داخله دوم سوال ما ایست که در ولسوالی هایی که مثلا در اوجه جنگ نیست اوجه پرسنل بسیار کم میباشه در این مورد اونها چی دارن برنامه سپاس روزتان خوش پرسشتان گرفته شد زکریا گفتن که پلیس توجه بیشتر نداره در جاده ها تلاشی نمی کنه شما در این مورد چی نظر دارید؟ در قسمت کمربندان شهری یکی از تدابیر است یکی از بخش های است که به خاطر جلوگیری از جرایم و موارد خاص مربوط به تروریسم و اختطاف و قاچاق مواد مخدر اینا این کمربندا زیاد تلاش میکنن و در قسمت تلاشی ها اگرچه شکایت بوده چیزی که زکریا جان گفت ما متوجه مسائل می باشیم و این موارد و شکایت حتما با مسئولین کمربندهای خود دوره شریک می سازیم و دوست ما کسمشان گرفته نتانستیم در مورد این گفته بودن گفتن که لیسانس هم می پذیرین نمی پذیرین کاش که کسایی که لیسانس دارن بین در پلیس بخاطر که ما ضرورت ما میست که افراد اشخاص خوب با سواد جامعه بین در پلیس بین پلیس هم یک نهاد بسیار مهم است ما اکادمی پلیس داریم برای 4 سال جوان ها درس میخوانند خب او شمار فارغین ما کمتر است نمیتونه که به هر جای برسیم اما در قسمت جلب و جذب جوان ها بخصوص کسایی که باز لیسانس باشند بسیار زیاد ما خوش میشیم که اونها بین مراجعه بکنن سپاس و دوست ما حمید در جریان وقفه تماس گرفته بودن خیلی اصرار داشتن که با شما سوالشان در جریان بگذاریم که اکثرا پلیسا را شاهد هستن روزانه در فیسبوک مصروف هستن و بخصوص در جاده احمد شاه مسعود گفتن و جاده عبدالحق شهید فیسبوک یک دردسر شده راست میگن بسیار
همگیر مصروف ساخته و خب این چشمدید خودشان هست. پلیس ما باید متوجه وضعیت باشند. فیسبوک میتونه که اینا را یک مقدار از کار اصلیشان دور بسازه، اما برای فیسبوک اینا طبعا میتونیم که ما وقت معین داشته باشیم. سپاس آقای صدیقی، به اجازتان اگر تماس جواب بدید. بفرمایید. زهرا روی خط هستن. بانو زهرا بفرمایید. از سلام و احترام دارم خدمت شما و آقای صدیقی. علیکم سلام. سلام. بفرمایید خواهر عزیز، پرسشتان. ما میخواستم یک سوال داشتم از آقای صدیقی که چرا پلیس ها، یعنی نظامی ها، کسایی که مسلح هستن، یک اداد کسایی که جنایت کنن نیوز میپریز. من اصلا بودم شفاخانه ملکی به اون نیمکتی که تفلام، مادرها، خوارا، یکی داد مریضا هستن، هستن در مقابلشان کسایی که مجرم هستن با زولان ها زنگیر در مقابل بخصوص تفلا ها بسیار اثر بدی دارن و پولیس ها مونجا با مهم با ترکله و مچم خیلی سلاح های دیگه بالای سری کلگی استاد. آیا این درست است؟ یا اینکه بهتر است اینا را در شفاخانه نظامی ببرن خوب است؟ سپاس. سپاس، مشکلتون گرفته شد خواهر عزیز. برخورد نادرست پلیس بازن. بله زهرا جان، درست میفرماین. بله باید به شفاخانه نظامی برده شوه و اگر به شفاخانه های ملکی انتقال داده میشن با او رقم تجهیزات داخل شفاخانه باید نشن. اسلحه داخل شفاخانه ها ممنوع است. این قوانین بین‌المللی است و پلیس هم باید مراعات بکنه. قوانین ویژه داره یا یک راهکار ویژه است که یک زندانی چگونه به شفاخانه انتقال داده شود. ما در زندان پلچرخی امسال یک شفاخانه را ایجاد کردیم که خود محبوسین برند اونجا تداوی شوند. به نظرم کارهای از شفاخانه هم تا یک جای پیش رفته. اما این انتقادشان کاملا برجاست. سپاس آقای صدیقی. در بعض موارد دیده شده که اکثرا کسانی که در جریان کار هستند نشستن از مواد مخدر استفاده میکنند، که تعداد زیادی از شهروندان به بعد نگران هستند. شما این جرم است. هیچ کسی، به خصوص کسایی که در یونیفرم هستند و در خدمت مردم هستند، اگر هم شریان عزیز ما با همچون موارد سر میخورن، تقاضای ما هم ایست که لطفاً عاجل به پلیس اطلاع بدین، به شماره 119 اطلاع بدین، به شماره 100 در کابل شما اطلاع بدین. اما خود شما چی برنامه داریم برای جلوگیری همچون موارد؟ اینا اخراج میشن اتومات از وظایفشان. اگر ما اسناد و شواهد را به دست بیاریم که یا شکایت مبنی مرضی باشه که اینا دست به این کارا میزنن، این خلاف ورزی است کاملا. سپاس آقای صدیقی. احمد سیار از تایمنی روی خط هستن. سیار جان بفرما. سلام به شما. سلام به مهمان شما جناب صدیقی صاحب. سلام به شما. در رابطه با همین شکایتی که برای اثر علیه وزارت امور داخله بخصوص پلیس و پلیس ترافیک از مردم مشنیم، یه هم از این بجا هست و من خودم شخصا از اون انسانهایی که به همه ضرر برسان و در جاده ها اذیت میکنن در شبخانه ها هستن واقعا ناراضی هستم. اما من جناب صدیقی صاحب اینو میخوام بپرسم که شما که قدر مشکلات مردم ها میبینید، مشنوید، خود دارم در جیران هستید، چی مقافات و مجازات را برد اینا شما ما نظر گرفتید؟ به او ده از سیفه دلیر و مردم و شما که در جبهات در داخل شهر دیون سر واقعا صادقانه و دیپ انجام میدن، برای اینا چی مقافات و برای اینایی که شما خودتان شاهد هستید و بیرن در خود نزدیک وزارت امور داخله در خود این چهارای تزارت بسیار مشکلات است. پلیس ترافیک مردم اذیت میکنه و شما به اینا چی اقدام میخواید؟ سیار عزیز، خودت با مورد برخوردی؟ بله. خودت با مورد برخوردی تجربه داری؟ بله بله، بسیار جا تجربه دارم. من خودم در شهر کابل پلیس را دیدم که بالفعل رشوت گرفته و ما ترافیک دیدیم که بالفعل مردم اذیت کرده، بسیار زیاد اذیت میکنن، بسیار زیاد پرخاش نادرست میکنن و اینا در حقیقت ما میتونیم برای اشخاصی که در صفوف پلیس ملی هستند نه که خدمت میکنن بلکه خیانت میکنن به مردم. هم حتما پیدا. سپاس. سپاس، مشکل گرفته شد دوست عزیز، روزت خوش. تماس بعدی روی خط است. بفرمایید رومال عزیز، بفرما، تماست برقرار شده. بله سلام علیکم همشیرکان. سلام به شما برادر عزیز، بفرمایید پرسشتون. سلامت باشین، بفرمایید پرسشتون. جناب صدیقی داشتن که نفره که لیسانس هستن نسبت مریضی که داشتن تقاعد گرفتن
در سال 87 دوباره آقای مجلس آنجا شده میخواد که دوباره در پلیس به لیسانس آمه هستند یا چه رقم میشه؟ سپاس، پرسشتان گرفت، سوالتان گرفته شد. دوست دیگر ما روی خط است، بفرمایید. عثمان. سلام علیکم، عثمان هستم از شغل وزیرآباد تماس گرفتیم. سلام بر شما و جناب آقای. درود به شما، بفرمایید برادر عزیز، پرسشتان. بسیار میبخشین، سوال ما از آقای سرامی بوده که گفتم که امی کسی که در چاخلا به بل فیل یعنی اموار مخاطر بسرش میرسن و در پالی ازی کسی که مثلا اسکرهی که در مثلا مربوط هستی در هم میشن از یا هم بیسا با هم چیزانی دارن بیسا بس خودن دی خواهم همی مردم و در پالی ازی منمو. ممنونتان، روزتان خوش. دوست عزیز، سه دوست ما تماس گرفتن که دوش مشکلاتی بود که بازم شکایت داشتن از برخورد پلیس و یکی دوست ما که گفت کسانی که لسان دارن نسبت مریضی که داشتن از وظیفه کنار رفتن دوباره میتونن بر بگردن. سپاس. اول در قسمت اصلاحات وظیفه وزارت مداخله است که خوب و بده جدا بکنیم، اصلاحات را که مردم انتظار داره او را بیاریم. ما نهادهای ما به تمثال نهادهای تفتیش ما، نهادهای که نظارت از عملکرد پلیس دارن زیاد کار میکنن و شمار زیادی از افراد تا به حال از پلیس اخراج شدن، دور شدن یا اصلاح شدن یا هم از پلیس اینا منفک شدن و برطرف شدن و این کار ما ادامه داره تا ای که مردم راضی شوه. روز برسه که مردم شکایت نکنه، روزی که مردم بگه که ما واقعا ممتنع پلیس نیاز داریم و راضی باشن، این هدف وزارت امور داخله است. در قسمت برادر ما رومل جان که تماس گرفته بودن دوباره مراجعه بکنن، منتهی مراحل اسنادشان باید صورت بگیره و اگر اینا دوباره صحتیاب شده باشن طبعاً که خودشان گفتن هستن میتونن که بخشن. سپاس آقای صدیقی. چین آخرین لحظات برنامه است، میخوایم تعهد شما را داشته باشون وزارت داخل چه تعهد باید دیدمارد. مشترک داشته باشیم، هم مردم افغانستان که در پلیس هم فرزندان خودشان هست و ما هم در وزارت امور داخله، هم اگه ما یک جای کار کنیم که پلیس به مسابه یک نهاد خدمتگار مردم باشه، در خدمت مردم باشه و این رفتارها و کارهای نادرسته که مردم از اون راضی نیستی را باید با هم دور بکنیم. در قسمت شکایت مردم مستقیم با وزارت امور داخله، خود شخص وزیر امور داخله هم شکایت هم میبینن و شماره 119 تماس میگیرن از هر جایی که هستن، در هر ولایتی که باشن و در کابل بخصوص شماره 100 پلیس خود قماندانی پلیس است که همگی ما تلاش کنیم با شکایت ها برسیم و برخورد پلیس درست شد. ما از طریق تلویزیون شما به تمام منصوبین پلیس و کسایی که شجاعانه در پلیس خدمت میکنن از اونا هم تقاضا میکنیم که نگذارین افراد انگوش شماره که باعثی میشه تا مردم ناراضی شد از پلیس و قربانی های پلیس افغانستان که بسیار بزرگ است و سنگین است، خدای نخواست از این سوال نره. تشکر آقای صدیقی. این افراد باید اصلاح شد. سلامت باشین، تشکر از این که وقت گذاشتین مهمان ما شدین. تشکر بینده از شما که ما را دنبال کرده. این روزتان خوش، تا شنبه که تابان عزیز در خدمت شما میباشه. بدرود.